با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه اول ماه میزان سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. فرا خواندن وزیران دفاع ملی، امور داخله و معاون ریاست امنیت ملی به مجلس سنا از بحر پاسخگویی درباره بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور. اینا که حمله میکنن میگیرن همه چیز به تاراج میبرن. متاسفانه وقتی که ما میریم دیگه مستولی میشیم، میرویم اجساد انتقال میتیم و با مخروبه مواجه میباشیم. هشدار رئیس جمهور غنی به نظامیانی که به گفته او در انتخابات مداخله کنند. اگر یک نفر از قوای امنیتی و دفاعی ما را دیدم که در انتخابات مداخله کرده بود، فردا معذور است. حضور نیافتن جنرال دوستم در بسیاری از نشست‌های کابینه، شورای امنیت ملی و قماندانی اعلی. عرضه شدن بیشتر از 500 تن گوشت مرغ از فرم‌های داخلی به بازارهای کشور. با تعهد رئیس جمهور ایران به انتقام گیری از سازمان دهندگان حمله بر سپاه پاسداران ایران. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزیران دفاع ملی، امور داخله و معاون ریاست امنیت ملی امروز از بهر آنچه که بدتر شدن اوضاع امنیتی کشور گفته می شود به مجلس سنا حضور یافتند. طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع ملی می گوید که در یک ماه گذشته نیروهای ارتش بیشتر از 500 کشته و بیشتر از 700 زخمی داشتند، اما تلفات عراس افغانان سه برابر بیشتر از تلفات نیروهای دولتی بوده است. وزیر دفاع ملی می افزاید که هنوز هم نیروهای دولتی پشتیبانی هوایی شبانه را ندارند، اما این مشکل به زودی حل خواهد شد. در این حال وزیر امور داخله پیمان امنیتی را با آمریکا برای ثبات افغانستان مهم می داند، اما می پذیرد که مخالفت شمار از کشورهای منطقه با این پیمان باعث گسترش جنگ در افغانستان شده است. مسعود انصار گزارش می دهد. مجلس سنا مسئولان امنیتی، دفاعی و استخباراتی کشور را از بحر پاسخگویی به نگرانی های امنیتی بروز یکشنبه به این مجلس فراخواند. اینا که حمله میکنن میگیرن همه چیز به تاراج میبرن. متاسفانه وقتی که ما میریم دیگه مستولی میشیم، میرویم اجساد انتقال میتیم و با مخروبه مواجه میباشیم. بعد از اینکه شهر به خاک خون کشانده میشه، تباه میشه، با شما میگیرن افتخارم میکریم. در این نشست وزیر دفاع ملی اوضاع امنیتی کشور را نامناسب میداند. متاسفانه که اردو تا یک ماه 513 شهید، 718 زخمی، اسیر 43، جمع تلفات 1274 نفر. سه مرتبه، چهار مرتبه دشمن تلفات داشت. این مسئولان امنیتی و دفاعی پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را به سود کشور میگویند و درباره خواستها برای بازنگری این پیمان این گونه واکنش نشان میدهند. صحبت های او کسایی است که اونا به متاسفانه و متاسفانه به کشورهای همسایه کار میکنند و به دشمنای افغانستان کار میکنند. یک تعداد تمام کشورهایی هستند که در وجود استراتژی و در وجود همین پیمان که هم بر منطقه ساخته شده و هم بر رابطه افغانستان با منطقه و هم کشورهای دنیا، متاسفانه او را به ضرر خود میبینند. شماری از سناتوران ریاست عمومی امنیت ملی را در کار جلوگیری از حمله های هراس افغانانه ناتوان میدانند، اما رئیس عمومی امنیت ملی به مجلس نیامده بود. دفاع وزیر و داخله وزیر راضی، امنیت ملی رئیس ناراضی. آینده که دوستی په خپل ځای، قوانین مراد کول په خپل ځای، تا ماته د برداشت وړ نه ده. امروز قرار بود خودشون تشریف بیارن، اما باور کنین که یک موضوع دیگه پیش اومد، اونو عذر کردن. در همین حال مسئولان امنیتی و دفاعی کشور راهبرد امریکا را درباره جنوب آسیا به سود افغانستان می‌دانند، اما می‌گویند که این راهبرد تا اکنون نتوانسته است که پاکستان را وادارد تا از پشتیبانی هراس افغانان دست بکشد. ناتو در تامین امنیت انتخابات افغانستان همکاری می کند. مقام های ماموریت حمایت قاطع در افغانستان می گویند که برای تامین امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری خواهند کرد. در این حال رئیس جمهور غنی هشدار می دهد که هرگاه یکی از نیروهای امنیتی هم در انتخابات مداخله نماید، به زودترین فرصت به دادگاه کشانیده خواهد شد.
میرقا پوپال گزارش می‌دهد. نشست نهایی نیروهای امنیتی برای چگونگی تامین امنیت انتخابات در ارگ برگزار شد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که مقام‌های مأموریت حمایت قاطع در این نشست اطمینان دادند که برای عملی سازی درست برنامه‌های امنیتی انتخابات نیروهای ناتو همکاری همه‌جانبه خواهند کرد. تعهد ما به شما این است که اطمینان می‌دهیم که از منابع در دست داشته برای حمایت از نیروهای افغان در کار تامین امنیت انتخابات کار خواهیم گرفت. ما متعقیم به این هستیم که با پیروزی انتخابات و تامین امنیت سالم و رفتن مردم با پای را جنگ سال 97 ما انشاءالله می‌بریم. دی قانون مطابق دی انتخابات و دی ورزی نا چه اتویشتم دی میزان دا اتسالویخ ساعت مخ که هیچ څوک حق نه لري چې مظاهره وکړي او یا لوی لارې بندي کړي او یا د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه بند کړي. در همین حال رئیس جمهور غنی شناخت بایومتریک رای دهندگان را در انتخابات مجلس نمایندگان یک گام مهم برای شفافیت در این روند میخواند. ایمو گود طالبان فرق په څه کده؟ موږ د ولس پر رای رازو هغوی په توپک باندې اتکا کوي. نو دی که د شک و شبه نه یي چه بیل انتخاباتونه نه ملی مشروعیت تامین دلیسی او نه بین المللی مشروعیت دولت. او هشدار میدهد که نیروهای امنیتی نباید در انتخابات مداخله کنند. اگر یک نفر از قوای امنیتی و دفاعی ما را دیدم که در انتخابات مداخله کرده بود، فردا معزول است و پس فردا زیر محاکمه قرار میگیره. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که امنیت نامزدان انتخابات و رای دهندگان باید تامین شود و در برابر کسانی که روند انتخابات را اخلال میکنند اقدامات جدی صورت بگیرند. به هر اندازه چې دی امنیتی قوا و همکاری زمونږ سره زیاتی، زمونږ د زړه د ګراب توازن به انشاء الله نورمال کیږي او موږ به کولای شو موږ ته دا پیاوړتیا راوکی چې خپل پلانونه په ډیر قوت سره او په ډیر شجاعت سره پر مخ باندې بوزو. این در حال است که حدود 2000 مرکز رایدهی به دلیل تهدیدهای امنیتی بسته خواهند ماند و شمار مراکز رایدهی از بیش از 7000 مرکز به 5100 مرکز کاهش یافتند. در این حال که کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نخستین نامهای رای دهندگان 10 ولایت را امروز اعلام کرد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به علت نامنی های این فهرست ها را در مراکز رای دهی نصب نخواهند کرد و نیز این فهرست در صفحه اینترنتی این کمیسیون جا داده نخواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات اطلاع درباره 9,027,000 ثبت نام شونده را نیز در بانک اطلاعاتی این کمیسیون وارد کرده است. در این باره انیسه شهید گزارش دارد. کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نام‌های رای دهندگان ولایت‌های بادغیز، بلخ، بامیان، کندهار، خوست، کندز، لوگر، سمنگان، لغمان و نیمروز را اعلام کرد. به گفته این کمیسیون در این ولایت‌ها 2,513,004 تن به گونه درست ثبت نام شدند. بانک این کمیسیون فهرست نام‌های رای دهندگان را باید در مرکزهای رای دهی نصب نماید و در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات نیز جا بدهد، اما این کمیسیون تا کنون این کار را انجام نداده است. اگر لیست ما قبل از وقت و یک وقت کافی بوده باشه و نشر شود، بازی لیست کسایی که به ضد پروسه است یا دشمنای دولت افغانستان است به دست اونا بیفته و شاید برای این مردم ها اذیت شود. بحث ها در کمیسیون شد و با اکثریت به این توافق نرسیدن که ایراد از سایت بگذارن به خاطر تهدیدات امنیتی. نهادهای ناظر بر روند انتخابات اعلام فهرست نام‌های رای دهندگان را در مرکزهای رای دهی و در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات بر شفافیت انتخابات بسیار اثرگذار می‌گویند. هرگاه کمیسیون چنین کار انجام نمی‌دهد به این معنی است که خود کمیسیون مستقل انتخابات شک دارد روی دقت ایمیل است. اونها خودشان درک کردند که صحت و سقم از لیست‌ها زیر پرسش است. کمیسیون مستقل انتخابات هفته گذشته فهرست نخستین نام‌های رای دهندگان 4 ولایت را اعلام کرد و قرار است فهرست نام‌های رای دهندگان 15 ولایت دیگر هفته آینده اعلام شود. جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور از انگام برگشتش از ترکیه تا کنون در نشست‌های کابینه، شورای امنیت ملی و قماندانی اعلی حضور نیافته است. در
دو ماه پسین، 9 نشست شورای امنیت ملی، کابینه و قماندانی اعلی برگزار شدند، اما جنرال دوستم در تمامی نشست‌ها حضور نداشته بود. منابع نزدیک به معاون نخست رئیس جمهور میگویند که جنرال دوستم در این نشست‌ها دعوت نشده بود و ریاست جمهوری حتی آجندای نشست‌ها را نیز با وی در میان نگذاشته بود. کریم امینی گزارش می‌دهد. نشست کابینه شورای امنیت ملی و قماندانی اعلی بزرگترین نشست تصمیم گیری های حکومت هستند. معاون نخست رئیس جمهور که عضویت هر سه نشست را دارد نزدیک به 2 سال است که در این نشست ها حضور نیافته است. وی 14 ماه در ترکیه به سر برد و اکنون که 2 ماه می شود به کشور برگشته است نیز در این نشست ها دیدن نمی شود. تا هنوز هم او موافقت همه جانبه و رضایت همه جانبه به وجود نیامده. بر بنیاد صفحه اینترنتی ریاست جمهوری در ماهای اسد و سنبله 5 نشست قماندانی اعلی، 3 نشست کابینه و 1 نشست شورای امنیت ملی برگزار شده بودند و در تمامی این نشست ها معاون نخست رئیس جمهور حضور نداشته بود. په دې وروستیو کې حالات ډېر نظامي او امنیتي وو چې چټکو بررسیو کتنو او لارښوونو ته اړتیا درلوده. نو په همدې اساس جلالتمآب ولسمشر په دې وروستیو کې په پرله پسې توګه د اعلی سرقومندانۍ جلسې نیولې دي. افزون بر این در نشست های امنیتی و نشست های مهم دیگری چون دیدار رئیس جمهور با مقام های بلند پایه خارجی نیز دیده می شود که رئیس اجراییه و معاون دوم رئیس جمهور حضور دارند، اما از جنرال دوستم خبری نیست. وقتی که اینا در داخل آمدن نروژن و جامعه اروپا با صدا بلند کردن که قضیه اشچی تابانز با معاون اول حل نشده و اینا رو شما در دوگاه معرفی بکنین. بعد از او باز ارک تصمیم گرفت که در وظیفهش نمانه. اگر معاون صاحب اول در شمال بیا خصوصا در تو در شبرغان تاون بر قطعات امنیتی و قطعات خیش مردمی یک روی تازه و همچنان بر مردم یک روی تازه جنگی میاد. هرچند گرمی روابط دوستم و رئیس جمهور غنی در آغازین ماهای کار حکومت وحدت ملی به سردی گرایید، اما این روابط هنگام تیره تر شد که احمد ایشچی جنرال دوستم و نگهبانانش را به لت و کوب و آزار و اذیت جنسی متهم ساخت. یک نهاد ماین لوبی افغانستان میگوید که هر ماه تا 200 تن در افغانستان قربانی ماین ها و مواد منفجر ناشده می شوند. در این حال وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که در 30 سال گذشته 19 میلیون ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان در بخش های گوناگون کشور کشف و خونسا شدند. در این میان یک بانویی که عضو گروه ماین لوبان است میگوید که او با امید پایان جنگ در افغانستان ماموریت های دشوار را برای خونسا سازی ماین ها و نیز آگاهی دهی از خطرات ماین ها در افغانستان پذیرفته است. بر بنیاد آمارها هنوز 2000 کیلومتر مربع زمین در افغانستان با ماین آلوده است. در این باره گلاب الدین غبار گزارش دارد. نفیسه 2 سال می شود که همچون عضو گروه ماین روبی در نهاد ماین روبی MDC در کشور کار می کند. او پا به پای دیگر همکارانش در ولایت های گوناگون می رود و اما مأموریتش در بخش های آگاهی دهی به خانواده هاست. ما خوش میشم که یک طفل، یک خانم، یک روی سفید، یک جوان در بخش ماین که دشمن ما شما هست اونا آگاه میشن. محمد علی مرد است که 21 سال عمرش را برای نجات جان دیگران سپری کرده است. او در اوج جنگ های داخلی در کشور عضو این گروه شد. خود شهر کابل توسط من پاک سازی شده. حتی به شمول مکرنها برای شما بگیم، به شمول پانتون، همین پانتون کابل هستند. گروه ماین روبان و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از روز جهانی صلح در کابل گرامی داشت کردند. آن هم در اوضاعی که گروه ماین روبان از چالش های جنگ در برابر خودشان سخن می زنند. ماهانه 180 نفر تا 200 نفر یعنی در سال 2000 تا 3000 نفر قربانی ماین ها می شود. بنابراین تلفات بسیار بالا رفته.
بیشتر از 2500 کیلومتر مربع از اراضی افغانستان پاکسازی شده از ماین. حدود 19 میلیون ماین و مواد منفجر ناشده به دستای توانای شما جمع‌آوری شده. بر بنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، هنوز در حدود 2000 کیلومتر مربع زمین در کشور با ماین آلوده است. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. رئیس جمهور ایران می گوید که این کشور افراد و کشورهایی را که در حمله بر نیروهای سپاه پاسداران ایران دخیل بودند می شناسد. حسن روحانی هشدار می دهد که این حمله بی پاسخ نخواهند ماند. در این حال حمله دیروز بر نیروهای سپاه پاسداران ایران با واکنش‌های جهانی نیز روبرو شده است. در حمله دیروز در شهر اهواز ایران 29 تن کشته شدند و نزدیک به 60 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را جنبش اهواز و گروه داعش پذیرفتند. یک روز پس از حمله مرگبار در شهر اهواز استان خوزستان ایران، حسن روحانی میگوید که کسان و کشورهایی که این حمله را طرح‌ریزی کرده بودند برای ایران شناخته شده هستند. روحانی هشدار می‌دهد که ایران این حمله ها را بی پاسخ نخواهد ماند. بی تردید جمهوری اسلامی ایران از این جنایت نخواهد گذشت. کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند، به کجاها وابستند و اونهایی که مدعی هستند امروز در سطح جهانی و ادعای حقوق بشر رو مرتب تکرار میکنند، اینها باید پاسخگو باشند. پس از این حمله وزارت خارجه ایران دیپلمات‌های بلند پایه بریتانیا، هلند و دنمارک را احضار کرد. در همین حال حمله دیروز در شهر اهواز ایران با واکنش‌های گوناگون جهانی روبرو شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد با خانواده‌های قربانیان و زخمیان ابراز همدردی کرده است. مقام‌های دولتی افغانستان، روسیه، بریتانیا، سوریه، ترکیه، اسپانیا، ارمنستان و عمان نیز حمله اهواز را نکوهش کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این باره می‌گوید: ما از حمله در اهواز و در جریان یک رژه نظامی آگاه هستیم. ما از مردم ایران در برابر هر گونه حمله گروه‌های اسلامگرای افراطی پشتیبانی می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا هر عمل هراس‌افگنانه و نیز قربانی شدن غیر نظامیان را نکوهش می‌کند. مسئولیت این حمله را جنبش اهواز که می‌گوید برای آزادی عرب‌ها در ایران می‌جنگد پذیرفته است. در همین حال گروه داعش نیز در بیانیه مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. جشنواره چراغ‌های بادی در شهر قدیمی تایژوانگ چین برگزار شده است. در این جشنواره بیش از 10,000 چراغ‌های بادی به شکل‌های گوناگون مانند مهتاب، گل‌ها و شکل‌های دیگر به نمایش گذاشته شدند. این جشنواره یکی از جشن‌های مهم چینیان به شمار می‌رود که در 15 ماه اول چینیان هنگامی که ماه تمام باشد برگزار می‌شود. مقام‌های تانزانیایی می‌گویند که شمار قربانیان غرق شدن یک کشتی در آب‌های ویکتوریای این کشور به 209 تن رسیده است. یک کشتی که 400 سرنشین داشت به روز جمعه در آب‌های ویکتوریا غرق شد. گروه‌های نجات 10 تن از سرنشینان این کشتی را نجات دادند. آخرین رویداد غرق شدن کشتی در سال 1996 میلادی در این کشور رخ داد که در آن 500 تن جان باخته بودند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. باز هم خوش آمدید.
فارم های مرغداری در کشور سالانه بیشتر از 500 تن گوشت و بیشتر از 340 میلیون تخم مرغ را به بازارها عرضه می کنند. مسئولان برنامه رشد زراعت با توسعه دهها در وزارت زراعت تابیاری می گویند که بر بنیاد یافته های آنان در حال حاضر فارم های مرغداری در کشور 50% از نیازمندی های را به گوشت و تخم مرغ فراهم می سازند. در این باره زبی جهانمل گزارش دارد. بر بنیاد اطلاعات مسئولان وزارت زراعت و آبیاری از یک سال بدین سو همزمان با افزایش ایجاد فرم های مرغداری بزرگ در کشور فراورده های این فرم ها در بازار نیز رو به افزایش بودند. آنان میگویند که از حدود 950 تن گوشت مرغ که نیاز سالانه کشور است 50% آن را فرم های داخلی فراهم می سازند و از حدود 2 میلیارد تخم مرغ که سالانه کشور به آنها نیاز دارد بیش از 30% آن را فرم های داخلی تولید می کند. به خاطر که ما یک بازار بسیار زیاد کلان داریم در بخش مرغ و از این خاطر ما اگر یادتون باشه پیشتر گفتیم که ما تقریبا 30-40% بازار رو میتونیم تامل کنیم، از این خاطر الحمدلله بازار بسیار زیاد وجود داره. در این حال هرچند فرمداران مرغ در کشور از پیشرفت کاروبارشان خرسند هستند، اما میگویند که اکنون هم بیش از 40% گوشت و تخم مرغ کم کیفیت از راه های قاچاقی به بازارهای کشور وارد میشوند. روزانه تقریبا 30-35 تن خارجی می یخ زده و از مرزهای باز افغانستان که از کشور پاکستان است، از راه خوست، از راه قندار است. مسئولان در وزارت زراعت و آبیاری میگویند که اگر حکومت در بخش فرمداری بیش از 140 میلیون دلار سرمایه گذاری های دیگر را جذب کند، افغانستان تا چند سال آینده از راه گذر گوشت و تخم مرغ خود بسنده خواهد شد. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 50 پول، یک یورو 88 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و از روپیه پاکستانی 584 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش اومدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم ملی فوتبال ساحلی کشور برای شرکت در رقابت‌های چهارجانبه به انگلستان، مالزی و تایلند راهی بانکوک پایتخت تایلند شد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها آمادگی تیم ملی فوتبال ساحلی کشور برای شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی گفته شده است. کارگاه آموزشی بایسکلرانی از سوی فدراسیون بایسکلرانی روسیه در کابل برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که به همکاری فدراسیون بایسکلرانی افغانستان و روسیه برگزار گردیده است، قرار است ورزشکاران شیوه های جدید بایسکلرانی را به گونه عملی و نظری زیر نظر مربیان روس آموزش ببینند. در آغاز اولین روز از ششمین دور مسابقات شش بال جام آسیایی سال محمد محمدی با شکست دادن رقیب قطریش با نتیجه 5-0 راهی مرحله بعد این نخبت ها شد. قرار است این ورزشکار در دو دیدار دیگر به مساف رقیب از هنگ کنگ و چین به میدان برود. ما در تلاش رسانیدن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.